پیام مستقیم مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با گروه طالبان. حفیظه منصور، جبهه مقاومت از مرحله نطفه گذاری گذشته است. بینندگان گرامی، درود و سلام بر شما. با یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. حفیظ منصور در برگه رسمی فیسبوکش می نگارد: جبهه مقاومت ملی با برنامه تشکیل دولت فراگیر در کشور پا بر سعی وجود گذاشت. قبل از اینکه صفارایی نظامی میان طالبان و جبهه مقاومت ملی صورت گیرد، هیئت های دو طرف در چاریکار مرکز ولایت پروان با هم دیدار و گفتگو نمودند. هیئت جانب جبهه مقاومت ملی تشکیل حکومت فراگیر با معیارهای جهانی را طرح کردند و نیازی به جنگ و خونریزی بیشتر نمیدیدند. اما طرف طالبان که امیرخان متقی ریاستش را به دوش داشت، با چیزی کمتر از تسلیمی قانع نبودند و در نتیجه مذاکره با شکست انجامید و رویاروی اجتناب ناپذیر شد. طالبانی که فکر میکردند امریکا و ناتو را شکست دادهاند و ولایات را بدون کدام مقاومت تسلیم گرفتهاند، در این گمان بودند که جنگ پنجشیر را به سرعت سرکوب میکنند. آنان ابتدا با لشکرکشی سنگین بر جغرافیای پنجشیر مستولی شدند، اما نمیدانستند که طرفان جنگ در پنجشیر برای یک جنگ درازمدت آمادگی گرفتهاند و به شیوه چریکی به نبردشان ادامه خواهند داد. حساس ترین مرحله برای چریک ها مرحله نطفه گذاری است که اگر جانب مقابل شانس آن را داشت تا به سرکوب چریک ها بپردازد، کار برای چریک ها دشوار می شود. اما اگر چریک ها از آن مرحله عبور کردند، کار برای طرف مقابل دشوار می گردد. کار نطفه گذاری در پنجشیر با موافقیت صورت پذیرفت. 27 پایگاه فرعی در سراسر آن ولایت فعال شدند و هر یک از پایگاه ها در عمل امتحان خود را در نبردهای موفقانه پس دادند. همزمان با پنجشیر در شمال هندوکش، در اندراب و خوست ها مقاومت شجاعانه مقاومتگران متبارز و دشمن بار بار مورد ضربه قرار گرفت. پایگاه های چریکی در حال حاضر در ولایت بدخشان، تخار، کابیسا، پروان و کودامن در حال گسترش است. هر روز که سپری می شود، مردم به موفقیت جبهه مقاومت ملی مطمئن‌تر می‌گردند و علاقه‌مندی جوانان برای پیوستن به صفوف جبهه مقاومت ملی افزایش می‌یابد. هسته های در ولایت شمال و غرب کشور در حال شکل‌گیری است. برای جبهه مقاومت ملی داشتن پایگاه حمایوی در بیرون از کشور از نیازمندی‌های اساسی است. خوشبختانه این پایگاه حمایوی در همان روزهای نخست در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ایجاد شد. طالبان بدین باور بودند که سلاح های پنجشیر را گردآوری کرده اند، غافل از اینکه مقاومتگران از یک سو می توانند نیازمندی های تسلیحاتی خویش را از دشمن مرفوع سازند و از سوی دیگر در تازه ترین مورد در پنجشیر سلاح های جدیدی را به کار گرفتند که قبلا در افغانستان و خراسان دیده نشدهاند. به کارگیری این سلاح ها روحیه شکسته طالبان را ویرانتر کرده و بر میزان قرارشان رسیده است. عبدالحفیظ منصور. با اساس یک خبر دیگر از نزدیکان مارشال عبدالرشید دوستم، مارشال عبدالرشید دوستم گفته است ملا فاضل و ملا زاکر در حال مردم غیر نظامی را که هیچ پیوند با مقاومت قرار ندارند مورد آزار و اذیت قرار میدهند. خودشان زمان نزد من اسیر بودند و با آنها محترمانه برخورد شدند. امیدوارم این ملایان انزواها را به یاد خود بیاورند و از شکنجه غیر نظامیان دست بکشند. صبر مردم هم یک حدی دارد. از توجهتون خون سپاس. وقتتون خوش. خدا نگهدارتون.